رفیق ای رقم نمیشه، هر روز لبرویت کشال است، ای سو میری او سو میری، زندگی قسم پیش نمیره جانه بیادر. پس چی کنم؟ اگه تو به جای من میبودی، باز تو چی میکدی؟ او که قدر عشق تو را نفهمید، تو هم فراموشش کو، هیچ ده فکرش نباش دگه. فراموشش کو، نمیتونم. بسیار کوشش کردم، مگه سخت است. نمیتونم او را فراموش کنم. وقتی که او را فراموش کرده نمیتونی، پس پدر و مادرت، ینگر، دوستا و رفیقا را جگرخون نکنه؟ بله، سلام علیکم. کجا رسیدن او بیادر؟ ما همینجا هستیم، بیاین دگه. از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی، جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی. اگر ما را اتحاد می داشتن، اتفاق می داشتن، وطن ما چرا دی حال می افتید؟ بهتر است که حد خودتا بشناسی. ما خوش ندارم که کسی از ما قسم بازجویی کنه. گرفتین دختره به خارجی دادین، حال یکی تان از غمش مریض شدین و دیگه تان گیریه کدششتین. بفرمایید داخل. بفرمایید. انشالله که همه چیز خوب باشه. بله، همه چیز خوب است. شما هیچ تشویش نداشته باشین. خدا را شکر. خدا را شکر دخترم که تو را دارم. آید جانم امروز آمد را بلد شد. از ایباد خودش میتونه تنها بیایه.
بله چرا نه، من شماره شخصی خدا برش میتونم، میتونه هر وقت دلش خواست برم زنگ بزنه، میتونم یک آنجایی با هم چکر بریم، آلمان برش نشان بتم، هر گپی که بود منم مثل یک دوست خود بدانه، من در خدمتش هستم. تشکر دخترم. تشکر. خواهش میکنم. بخیز بابا گگ، زیاد چرت نزن که عاشق میشی یک دفعه. بیا که بریم تمرین خدا شروع کنیم. درست از بابا گگ. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. سلام، آمدی بخیر؟ قبول باشه، نماز خوندی؟ بله. خیرت باشه، دیروزا دعای دربا دراز میکنی، مثل مادر خدا بیامرزت ها؟ چی کنم دیگه؟ بازم خواست ما انسان آخو، کم نیست. 5 دقیقه نماز میخوانیم، 30 دعا میکنیم. خوب میکنی، خوب میکنی. خداوند بزرگترین رازدار انسان است. هر راز و نیاز که داری برش بگو و هم دلت خالی میشه و هم رازت راز میمونه و اگر کدام خواستت خداوند قبول نکنه و هم به خیر ما میباشه. آدم باید با امید زندگی کنه. دقیقا نموتر است. خداوند همه چیزه بر ما داده. حالا دیگه وقتش است که چیری نواسای خدا ببینی. یک دفعه اگه چیری نواسای خدا ببینم، من دیگه ارمان ندارم. خداوند مهربان است. اول خداوند خیر ما را پیش کنه. باز روی نواسای تو هم میبینی. حالا بخی گلاس چای برام بیار که بیخی مانده است. ولی بچش. آه والا ما میره دیده بودم سایکو باشی چی یک ویدیوی پیدا کردیم بسیار خوب شد از کجا پیدا کردی ره یک بار سایل کو بیبی که چی یک چیزیست
بسیار یک ویدیو جالب جور کردن. بسیار ساعتشان تیر بوده. تو بیار که فکرت کجاست نگی که برد باشم کلای ما پاک میکنم بچه ایره سیکو از دیگه هم کده بسیار یک ویدیو جالب است. سلام، فکر کنم نشنیدی. گفتم سلام. سلام خو یک جواب میداشته باشنی؟ همو تو نیست بچه ها؟ همو تو رست بابا گک. خو خیلی قربان هم میرم هم ویدیو جور کردن. تو را در این شهر نو میبینم. نه که در این شهر نو آمدی. ما از چی وقت است که منتظر خودت هستم و تو هستی که هیچ گپ نمیزنی. ببین بیادر. بیادر نه، خروش، فقط خروش. و ما فرق نمی کنه که تو کی هستی. ما یک زن شوهر دارستم و شوهر خودت دوست دارم. پس لطفاً دیگه مزاحمت نکن. اینا چی هست؟ چی هست؟ تو خو میفهمی؟ باید تیکتای مشتری کلش با تعویق میفتاد. کلشون آمدن در میدان هوایی غالمغال انداختن بیادن. اینا کلش تاوان است. ما باید با کل اینا حال تکت بخریم. ببخشی والا. بیخی فراموشم شده بود. تو خو میفهمیده ای وقتا؟ وضعیت ما چندان خوب نیست. بیبی، اگه وضعیتت خوب نیست، چند روز دفتر نیا. بیبی، من کدام منظور بد ندارم. مگم خودت میفهمی که شرکت ما نو است. الان سرپای خود استاد نشده. اگه توان تیکت هر مشتری را ما از جب خود بتیم، شرکت ورشکست میشه. راست میگی حارس شا. ما داینده متوجه میباشم. بیبی، لازم نیست من این گپ ها را برات بگویم. خودت میفهمی و شرکتت، اما تو دوستم هستی. من نمیتونم در مقابلت بتفاوت باشم. تو را یک قسم دیدن نمیتونم. من دوست سابق خود پس میخوایم، اما دوست شاد و خندان خود پس میخوایم. لطفاً و دختر از فکرت بکش. لطفاً ازت خواهش میکنم. جمع خان، حال در اروپا هستی، در افغانستان نیستی. زن و شوک و اولاد خود کسی در اینجا نمیزنه. او دوران دیگه تیر شد. حال او کاش که بگب میفهمید. من خواه هرچی او را به زبان گفتم نفهمید و مرا مجبور ساخت بزنمش. بیبی خواهر جان، او میخواه رب خان شوه و از او پرسان کو که پدر دربخان بود، مادر دربخان بود، کدام قوم دربخان بود. و او اگر دربخان شوه، ما پیش فامیلیم نمیتونم سر خود بلند کنم. بی بی بیادر جان، اول خو دربخان شدن کدام عیب نیست. او هم یک استعداد میخواید و باز اگه خودت رضایت نداری، بیشی ایره به اولادای خود به خوبی بفهم. با زدن، با تهدید کردن، اطفال اقدمن بزرگ میشن. و اگه به اطفال بگویی که یک کار نکو، اونا همه قدر کنجکاو میشن و او کار تکرار میکنن. راست میگه جمعه کل. اگه زدن و کندن رای حل میبود، با تر محال وقت جور میشد.
کوشش کن اولاد خدا به نرمی به طریق خودشون بفهمانی. خشونت رای حل نیست. اگه خشونت رای حل می بود باز شاید که وطن ما جور می شد. ما اولادا را به قسم جور میکنیم، به طریق کلان میکنیم و بزرگشان میسازیم. با زدن و کندن اونا هم همه قسم فکر میکنن که همین زدن و کندن یک رای حل است. اما زدن و کندن خشونت رای حل نیست. تا کی؟ تا چی وقت خشونت ها؟ والا راز گفتی دگروال صاحب. دخور ترکی پدر ما اینقدر ما را لط و کوب کرد که جان ما را کشید و ای بار اگه اولاد ما برم پس بتن دیگه در زندگی لطش نمی کن. در زندگی چای تا بخوب یا در جان که سرد میشه. درباره چی فکر میکنی؟ گفتنش ها با تو ضرور نمیدونم. ضرور خونه ایست مگم. گفتم اگه کاری باشه که برد کدام کمک بتانم. از او خاطر پرسان کدم. بزرگترین کاری که تو با ما کدام میتونی همی است که در کار ما کار نداشته باش. هیچ تو گپ نمیفهمی. با تو چی غرض که من فکر میکنم؟ چرت میزنم یا هر کاری که میکنم؟ تو فقط در کار خود کار داشته باش. فهمیدی؟ از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی؟ جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی. جفا کردی.